بزرگی کردم. نباید میرفتم تو اتاق مادرت. به هم هشدار داده بودی. یعنی میدونم که باور نمی کنی، ولی من بازم میخوام بگم که هر اشتباهی که کردم از روی بدیم نکردم برچو. یعنی من آدم بدی نیستم، واقعا میگم. بعدم هر آدمی اشتباه میکنه، من فقط یه ذره زیادی اشتباه میکنم، برای همینم متر از دست دادم. آره میتونم، میتونم متوجه این شدم که برگشت. این حرفامو اعتراف در نظر بگیر، انتظار ندارم منو ببخشی. به احتمال زیاد من و مت دیگه رابطه ای نداریم، یعنی از زندگیتون میرم بیرون. معذرت میخوام، واقعا نمیخواستم ناراحتتون کنم، نمیخواستم که اینطوری بشه. تونستین به خودتون بیاین خانم کوچولو؟ اینطوری نگو، خجالت میکشم. مثلا وقتی دیدیش، اگه از لب تو رو بوسید دوستید، اگه از لب بوسید معشوقید. صبح بخیر. آره میشه، ولی برای شب به مت قول دادم. شب نمیشه، الان باید بریم، سری باید بریم سینما، خواهش میکنم بیا. اوه کو چی شده؟ من بعضی وقتا اینطوریم، باید فیلم ببینم، اگه نبینم نمیتونم تحمل کنم. نمیشه. چرا آدم قضاوت میکنی ها؟ تو دیگه چجور آدمی هستی آیاز؟ یعنی اصلا بهت نمیاد همچین آدمی باشی، خیلی زشته واقعا. اوی کو آروم باش، بیا بشین اینجا، آب میخوری؟ آره میخوام، تو قراره حساب بکنیش؟ والا شرکت حساب میکنه، یعنی آب شرکته. من نمیتونم تحمل کنم، میپرسم آیاز ما دیشب با هم؟ نه نمیتونی بپرسی. بریم سینما. وایسا من کلی کار دارم، متهم که نیستش. یعنی چی؟ همش کار. مگه نه اینکه شرکت رو بفروشن من نمیخوام. کی اینو گفته؟ من گفتم؟ اصلا یادم نمیاد. تو چیزی که به نفعت رو یادته، چیزی که به نفعت نیست رو یادت نیست. مثلا دیشب ما فراموشش کن، دیشب رو یادت نیار، از حافظت پاکش کن، خواهش میکنم، حرفشو نمیزنیم. بیا بریم سینما. تو الان کجا میری؟ یه چیزایی میخرم، بعدش هم میرم پیش امره. راستی امره جای آهنگ میخونه، میزنه و میخونه. آره ناری، یه دوستی داریم به اسم کورای، تو رستوران اون داره میخونه. کورای؟ آره، حتی متهم میشناستش، دستش در نکنه حرفم رد نکرد. امره هم کارش گرفته، خیلی خوب شدی. عالیه، شاید منم یه روزی بیام.
باشه باشه بیا. باشه پس قرار میذاریم. برای اینکه به حرفم گوش کردی ممنون. میبینمت. میبینمت. Ziyaretiniz malum. Bekle de sözümü bitireyim. Sen sustun, biz konuşuyoruz. Benim sözümün olduğu yerde... وقتی که میخوای بری سینما این فیلم رو انتخاب کنی؟ اگه فیلم اکشن انتخاب کرد که هیچ. اگه فیلم عاشقونه باشه مبارک. خب الان یه فیلم رومانتیک هست با یه فیلم اکشن، کدومشو بریم؟ نمیدونم نظرت تو چی؟ نمیدونم به نظرت کدومشو بریم؟ خب ببینم این فیلم رومانتیک خوبه، بامزه است، خوشحالم میکنه، کیف میده، برای همینم به نظر من فیلم اکشن. عشق به درد ما نمیخوره، یه ذره کنجکاو بشیم بترسیم، هیجان زده بشیم. فیلم اکشن. من بهت اکشن رو نشون میدم. چی؟ میگم من فیلم اکشن و بزن بکش و خونریزی و از اینجور چیزا رو خیلی دوست دارم. آره منم همینطور. آره خوشحالم که با هم همفکریم. بیا بریم بلیط بخریم. خیلی خوش اومدین. سلام. دو تا بلیط برای جنگ بزرگ. جاتون کجا باشه؟ بفرمایید. همونجا خوبه. خوبه. خوب، الان تو حساب میکنی؟ آره. البته. بالاخره خوب. ما بفرمایید. ممنونم. چیزی بپرسم، تو داشتی یه چیزی میگفتی. چی میگفتی؟ چی میگفتی؟ یعنی خب بالاخره ما داشتی میگفتی. اوه فیلم داره شروع میشه، بودو زود باش بریم. عجله کن پاپ کورن. آره عجله کنیم، فیلم فرار میکنه. خب ببینم کدوم صندلی رو گرفتی. این چه سوالیه؟ صندلی عادیه دیگه. خب صندلی عادیه، ولی از این صندلی ها یه چیز خریدی؟ چون بعضی از صندلی ها وسطشون دسته ندارن، یعنی خواستن. خب یعنی دو نفره لم میدیم میشینیم. آها تو صندلی عاشقا رو میگی. نه بابا من راحت نیستم، یعنی باید یه جای باشه که دستم رو بذارم روش. آها من دست تو. چی گفتی؟ میگم بریم فیلم شروع شده. کورای؟ اوه شیما خوش اومدی. منو ببین دیگه در مورد من این بر اون بر چرت و پرت نمیگی، فهمیدی؟ چی داری چرت و پرت میگی برای خودت؟ مت منو ول کرد به خاطر تو، به خاطر جان، به خاطر شما عوضی ها. مت مگه دوست پسر تو بود؟ آره عقب مونده. پ-
پس واسه همین بود. منو ببین دیگه، پشت سر من حرفی نمیزنی، فهمیدی؟ من تصمیم گرفتم زندگیمو از صفر شروع کنم، فهمیدی؟ هر کاری هم کردم تو گذشته مونده، دیگه به آدمای اطرافم نزدیکی. اگه بشنوم که پشت من حرف دیگه ای زدی، اینجا رو روی سرت خراب میکنم، فهمیدی؟ شیما با من درست حرف بزن، میفهمی؟ درست حرف نزنم چی میشه؟ به خاطر تو همه چی از دست دادم، خدا لعنتت کنه. برو بیرون، برو خودشا بیرون. نمیرم. برو بیرون از اینجا. اینجا چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ شیما یه لحظه وایسا ببینم چی شده. خوبی؟ خوب نیستم امره، اصلا خوب نیستم. بیا اینجا ببینم. چرا من نمیتونم خوشحال بشم؟ چرا همه بلاها سر من میاد؟ باشه ببین، آروم باش، گریه نکن. من خیلی وقته که منتظر موندم ولی نمیشه، نمیتونم خوشحال بشم، نمیشه امره، نمیشه. بیا کافیه دیگه، بیا ببین، خودتو ناراحت نکن، همه چی حل میشه، خودتو ناراحت نکن. باشه؟ ممنونم. ولی تو هم خودتو داغون نکن، با مته آشتی میکنی. نه فکر نمی کنم، آسون نیست. به هر حال من اصلا اینجا نیومدم. باشه باشه، تو هم اصلا منو ندیدی، اینا پیش خودمون بمونه. باشه باشه، نگران نباش، ولی مراقب خودت باش. باشه. تو اصلا دخالت نکن، نمیدونی جریان چیه. میدونم اون دوستته، ولی توی این موضوع دخالت نکن لطفا. من بمبو رو جاساز میکنم، تو همینجا بمون. باشه. دستشو بگیر، اگه بگیری حالی. نگیره نمیشه. چطوری فیلم برداری کردن؟ اونا همش افکت عزیزم، افکت. برجو چه سورپرایز خوبی، خوش اومدی. گفتم با هم دیگه بخوری. واقعا؟ خب تو غذای خونگی دوست داری؟ من که دیوونه‌شم. وای دلمه درست کردی؟ ممنونم، بشین دیگه، بیا. باشه میشه. خب چه کاره کردی؟ روز چطوری گذشت؟ همه چی مرتبه دیگه؟ دو دقیقه قبل تو شیما اومده بود. یه ذره مشکل داشت با کارهای. یعنی خیلی مهم نیست، بعدن حرف میزنیم. بیا غذامونو بخوریم، بیا.
باشه باشه، بخوری. بیا ببوسم. دهنتو باز کن. داداش عجله کن، تو حواسش رو پرت میکنم، تو از هر دو بپر منم میام. بگو عشقم، نگات کنه مال توه؟ نگات نکنه اصلا مال تو نیست. عشق، حواسم داره ترس میاد. باشه دارم میام. بیایید سری خودمونو برسونیم رو پاشه بوم، یکم دیگه هلیکوپتر میرسه. باشه. میخوام نارنجک بندازم. سه گفتم بپر. یک، دو. عشقم ساکت باشین. ای بابا، اوی پور سرسده نه. آخش من میخوام برم دستشویی. باشه تو برو، من اینجا منتظرم. چی گفتی؟ چی شده؟ منو نمیبری؟ دختر به این بزرگی نمیتونه خودش بره دستشویی؟ چرا میرم؟ البته که میرم، من همیشه خودم میرم. حتما نیستیم. اوکو جون چی نیستی؟ هیچ گفتی نیستیم آیاز، هیچ کدوممون، هیچ گفتی نیستیم. بده به من، میخوام بخورم. ایشالله دوستیتون صمیمی‌تر بشه. یواش گاو، یه وقت نمیری یا لازمت داریم؟ تو اینجا چی کار میکنی اولجای؟ من نمیتونم فیلم ببینم. سلام آیاز جون. سلام اولجای. منظوره چی اولجای؟ طراحی‌ها چطور پیش بوده؟ وای، من باید طراحی میکردم نه؟ آره خب، قراره شوی بزرگ ابران یاکوت آماده کنی. کار با منه. آره آره، من حاضر میکنم، حاضر میکنم. آره آره، من باید برم. این حتما به مامانت میگه، مامانت هم منو بیچاره میکنه. باشه خود دانی، راستش میخواستم در مورد یه چیز مهم با در بزنم. نه بابا، جدی میگی؟ حالا من ولش کن، بعدا حرف بزنیم. نه نه، تو بگو. تو نمیخواستی بری دستشویی؟ پرید، تو بگو. نه بابا، اینطوری سرپا نمیشه که. میکشمت آیاز، نمیدونم چه روزی، ولی حتما یه روز میکشمت. اولجای جونم، تو بیا اینجا عزیزم، آیاز میخواست فیلم ببینه، بشینید با هم ببینید. باشه. خوش بگذره عزیزم. نقش اصلی چقدر خوبه، بازیگرش عالیه، مگه نه؟ نه؟ بخور. باشه. آقا بلند، مهمون داری. مارال خانم، خوش اومدی. ممنونم. نمیشینی؟ خیلی ممنونم. نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم. خیر باشه، ایشالله که چیز مهمی نیست. به نظر من که مهمه آقا بلند، واقعا لازم نیست در حق من خوبی کنی. من متوجه نشدم. به نظر من که متوجه شدین. صاحب خونم زنگ زد، بهش گفتید که اجاره خونم رو میدید، گفتید که تموم بدهی رو من پرداخت میکنی. ببینین، همسایگی برای ما اینجوریه، قبلا خونه هامون روبروی هم بوده، اگه هیچ کاری نمیکردم آروم نمیشدم. اگه من تو همچین شرایطی باشم شما هم همین کارو نمیکردی؟ متوجه همدردیتون هستم، ولی واقعا نه به کمک شما و نه به کمک عزلم خانم نیاز دارم. عزلم؟ بله، عزلم خانم اومدن به من کار پیشنهاد دادن، اونم به شکل صدقه. به هر حال خوبه که هنوز پولو پرداخت نکردین، چون وارد راهی می شدم که برگشتی نداشت. من خیلی ناراحت می شدم و یه عالمه اتفاق می افتاد. خیلی خوب، خواهش میکنم تو این موضوع دخالت نکنین. ممنونم.
روزتون خوش. دیوونه شدم، رسما قابلیت طراحیمو از دست دادم. نمیتونم رو هیچی تمرکز کنم. برجو، دختر نگرانت شدم. چی شد؟ چی هستی؟ چی کار کردی؟ نمیدونم برجو، نمیدونم. یعنی چی که نمیدونی؟ خب از کجا بدونم؟ اصلا رو نمیده. بعضی وقتا زیر چشمی یه نگاه میکنه مثل عاشقا، بعد یه کاری میکنه مثل دوست معمولی. یعنی من هیچی نفهمیدم. خب حالا تو داری چی کار میکنی؟ آدم چوبی میکشم. قراره برای شو ابرنگ یاکود آدم چوبی بفرستم. آروم باش، ولی میدونم که نمیشه، برای همین اصلا بد نمیشه. به نظر منم نگو. خب پس مشکل چی؟ نمیدونم برجو، یعنی نمیتونم تمرکز کنم. هر وقت مداد میگیرم تو دستم اون میاد توی ذهنم که خودت میدونی کیه. آیا ازو میگی؟ نه، احمد ازوله. دیگه کی میخواست باشه؟ خب پس فقط یه راه هست که میشه این مشکل رو حل کرد. برجو تو رو خدا دوباره شروع نکن. هر دفعه به حرفت گوش کردم یه بلای سرم اومده، واسه همین دیگه به حرفت گوش نمیدم. خب یه لحظه صبر کن ببینم، مگه الان کانسپت شوی که قرار بود داشته باشید عشق نیست؟ چرا؟ خب تو الان عاشق کی هستی؟ آیاز. خب باشه، تو هم برو از آیاز الهام بگیر دیگه. برو خونش با هم دیگه کار کنین، جای اینکه تو ذهنت باشه جلو چشمت باشه بهتر نیست؟ خب راستش میدونی اصلا فکر بدی نیستا. دخترم سری تصمیم نگیر، بابات نرم میشه، یکم منتظر بمون. محض رضای خدا منتظر چی بمونم ماما؟ آقا منو انداخت جلوی در، هنوزم مثل بچه ها با من رفتار میکنه. آبجی جونم حالا نمیشه نری؟ عزیز دلم اصلا نگران نباش، تو بزرگ شو، من تو رو نجات میدم. ما پدر و مادرتیم دخترم، یعنی چی که تو رو نجات میدم؟ بابات اومد، تو رو خدا اصلا حرف بدی بهش نزن، همین جوریش هم کارو بارش به هم ریخته، سر تو خالی نکنه. باشه عزیزم تو برو تو اتاقه. آخه چرا؟
یکم دیگه اتفاقی بدی میفته. یلا زود باش، همه چیزتو جمع کن، هیچی نمونه. نگران نباش، یه تاره موم هم اینجا نمیمونه. اورهان اینجوری نگو. تو دخالت نکن. چند روز خونه اویکوینا میمونه. اونجا سختشه، شبا نمیتونه راحت بخوابه. این حرفا رو جلوی من نزنین. سالهاست دارم مثل سگ کار میکنم که آرامش داشته باشین. حالا به من میگی راحت نیست؟ ها؟ یکم هم شما راحت نباشین. دختره لوس. به من نگو دختره لوس. ببینم چی شده؟ نکنه متهم انداختتت بیرون؟ آره، اونم منو انداخت بیرون به خاطر شما. به خاطر ما؟ یعنی داری میگی برای اینم ما مقصریم؟ آره مقصریم، همیشه شما ها مقصر بودین، چون منو با ترس بزرگ کردین. اگه دیر میومدم خونه بیناموس میشدین، چون در همسایی پشت سرم حرف میزدن. مگه نه؟ به خاطر فشار شما من دروغگو شدم، حتی بی‌حیثیتم شدم. شده یه بار منو بغل کنی بابا، شده یه بار حالمو بپرسی. دخترم بابا به خاطر ما برای خرج تحصیل تو و داداشت همش داشته کار میکردی. بهونت اینه مامان؟ کاش تو شرایط بدتری زندگی میکردم، ولی حداقل میتونستیم کنار هم دیگه خوشحال باشیم. دختره ما خانواده خوشبختی هستیم. دروغه، ما خوشبخت نیستیم، ما خانواده حسود بدبختی هستیم. مخصوصا تو مامان، تو از صبح تا شب گوشه اون پنجره نشستی، رفت آمد مردم رو دید زدی، تو همه ایراد پیدا کردی، چون هیچکی به اندازه ما درست حسابی نبود. مگه نه؟ اما براتون یه خبر بد دارم، ما درست حسابی نیستیم، ما فقط خودمون رو گول میزنیم. بس دیگه، ببار صدا تو، گمشو از خونه برو. میرم، دیگه هم بر نمیگردم، دقیقا همونطور که تو خواستی. بعدشم دقیقا طبق خواسته مامانم با یه مرد پولدار ازدواج میکنم. آخرشم تو رو نجات میدم مامان، برات کلی خدمتگار میگیرم. مگه همینو نمیخواستی؟ شیما، من میخوام یه شیمای جدید بشم. اونایی که شیمای قبلی رو یادم میندازن و دیگه تو زندگیم نمیخوام. دوباره با آیاز آشتی کردین نه؟ خوشحال شدم. منو آیاز اصلا قهر نبودی، توی که مدام عصبانی میشی و دل بقیه رو میشکنی. باشه، میدونم، یه عذرخواهی بهت بده کارم. آره آره، خوب، منم خیلی وقت منتظرشم. حق با توه، باشه، معذرت میخوام، ولی این اواخر ذهنم خیلی به هم ریخته است. ذهنت به هم ریخته است؟ ذهن هممون به هم ریخته است، بهونه خوبی نبود. ولی خب تو که نمیدونی چی سر من اومده. میدونم، الان نوبت شیماست، سرگرم شکستن قلبمون شدی. اویکو ببین، تو بهتر از من شیما رو میشناسی مگه نه؟ یعنی گذشتش رو بهتر از من میدونی. بله میدونم، ولی این چی رو عوض میکنه؟ منم میشناسی، یعنی خوب میدونی من از چی خوشم میاد و از چی خوشم نمیاد. نمیته، دیگه نمیدونم، تو خیلی عوض شدی، خیلی خودخواه شدی. بله؟ <تص->
شیما به خاطر تو از خودش، از خانوادش گذشت. تو به خاطر اون چی کار کردی؟ نه وایسه بذار من بگم چی کار کردی. هیچی، یه هیچ بزرگ. تو فقط اونو قضاوت کردی، تحقیرش کردی. من اصلا همچین قصدی نداشتم آیکو، من فقط یه دختر پاک و ساده. میشه اول برای من توضیح بدی که برداشتت از پاک و ساده چیه؟ شیما دوستت داره، این کافی نیست؟ منم دارم به همین فکر میکنم. کافیه؟ تو این دنیا با ارزشتر از دوست داشتن نیست. حق نداری آدم ها رو به خاطر گذشتشون قضاوت کنی. بل کن اینا رو، دیگه فکر نکن. گذشته شیما رو مثل بقیه موانعی که برای رسیدن به تو از بین برده ببین. باور کن، اگه این کارو بکنی خیلی خوشحال میشی، با هم دیگه خوشبخت میشید. من میرم یکمی هوا بخورم. آیازم یکم دیگه میاد اینجا، شما هم بگذاریم. من رفتم، میبینمت. میبینمت. امتیاز گرفتیم، همینه، آفرین. خب تو چیکار کردی؟ صفر. خب کار کردی؟ آره، اینقدر خوب بود که نیست شد. خب ما میتونیم اینو تو نمایشگاه هنری بفروشیم، نگران نباش. خیلی ممنون آیاز، نتونستی کمک کنی. آیکو جون، دقیقاً ازم چی میخوای؟ به من بگو. تو نشنیدی اولجای چی گفت؟ طرحایش رو ابرانیاکوت باید حاضر کنم. خب به من چی؟ به کمکت احتیاج دارم. شنیدن این خوبه، یه بار دیگه بگو. به کمکت احتیاج دارم. خوبه، اولین قدم درمان قبول کردن بیماریه. حالا که بیورزگی تو قبول کردی دیگه میتونم بهت کمک کنم. بگو ببینم کانسپتت چیه؟ یک، بیورز خودتی. دو، هم کانسپتش عشقه. عشق میتونیم انجامش بدیم. همینجا منتظر بشیم.